نهج البلاغة نهج مهيع جدد لمن يريد علوا ما له أمد. نهج البلاغة نهج مهيع جدد لمن يريد علوا ما له أمد. يا عادلا عنه تبغي بالهوى رشدا أعدل إليه ففيه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا أحمد ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته العتيبين الأنجبين الهداة المهديين سيما مولانا وسيدنا الإمام المبين الكهف الحسين وغياث المبتر المستكين صاحب الأمر والزمان، ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. براي سلامتي حضرت بقية الله الأعظم امام زمان علیه السلام، خوشنودی مادرشان حضرت فاطمه سلام الله علیها، جد بزرگوارشان مولا امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علیه، حضرت امام مجتبا و حضرت ابا عبدالله، اولاد و اصحاب حضرت سید الشهدا، بالاخص به محضر مبارک حضرت قمر بنی هاشم علیه السلام صلوات بفرست. عرائز مادر ذیل جملات نامه 27 از نهج البلاغه که حضرت امیر المؤمنین سلام الله و صلواته علیه برای جناب محمد ابن ابی بکر و اهل مصر مرقوم داشتند و نوشتند به اینجا رسید که مولا در رابطه با جریان مرگ صحبت کردند و بعد در رابطه با قبر و اینکه فرمودن آماده باشید برای این مراحل، چه مرگ و چه ما بعد از مرگ، و اینکه جریانات ما بعد از مرگ برای کسانی که اعمالشون صحیح نبوده و اعتقاداتشون صحیح نبوده سخت‌تر از خود مرگ هست، که اولین مرحله مهمش جریان قبره که خود مولا هم بهش اشاره می‌فرماید، و اینکه انسان باید آمادگی داشته باشد برای این مراحلی که قطعی و مسلم است که هر کسی با این مراحل روبرو خواهد شد، دیر و زود دارد اما سوخت و سوز به قول خلق الله نداره. این نیست که برای کسی نباشد، ممکن نیست همچنین چیزی. مواردی رو عرض کردیم تو جریان قبر. اولین مشکلی که به وجود می آید تو جریان وحشت و ظلمت قبره، و عرض کردیم چه باید کرد که این مشکل برای ما انشاءالله نباشد. و اما مورد بعد جریان فشار قبره. مراحلی که برای ما تو روایات بیان می کنند معلوم می شود که یه سری مسائلی قطعی و مسلمه برای همه هست، مگر استثناءً برای بعضی از افراد، من جمله فشار قبر. من اول کلام امیرالمومنین رو از این نامه بخوانم، بعد عرایزی دیگری رو خواهم داشت.
مولا می فرمون که وقتی دو دسته می کنن افراد را، یکی مؤمن یکی کافر، و این که زمین با مؤمن صحبت می کند و خوش آمد به او می گوید مؤمن حقیقیه که هم عمل و هم اعتقادش هر دو درست بوده، باش صحبت می کند و بر او آسان می گیرد و خوش آمد بهش می گه و عرض کردی. و اما کافری که اعتقاداتش خراب بوده است و همچنین از روایات دیگر برمی آید کسی که ظاهر ایمان را داشته ولی عملا کافر بوده، یعنی کفران نعمتهای الهی رو کرده، اونم یه سری مشکلاتی براش به وجود می آید. و از اون جمله این مورده که مولا می فرمان در مورد فشار قبر در ادامه سخنانشون که فتضیق موضعه، قبر جایگاه این آدم رو تنگ می کنه، و تنزم علیه حتی تلتقی علیه، همینطور دیواره های قبر به این نزدیک می شود. چون حالا قبر رو تفاوته، بعضیش یه مقداری تا می سازن قبر را وسیع تر قرارش می دن. قبوری که مثلا من دیدم از نزدیک در عربستان می سازن، پهنای این قبر را بعضن به طوریه که دو نفرم به راحتی می تونن پهلوی هم بخوابن، هرچی هم بزرگ بگیرن. مولا می فرمان این دیواره های قبر شروع میکنه به هم نزدیک شدن و به این فشار می آورد و تختلف اولاؤه فی حفرته، به طوری که دنده هاش شروع میکنه تو هم فرو رفتن و بعدم حالا دیگه با اون وضعیت که تو بعضی روایات به سختی بیان فرمودن که حالا با کلام امیرالمومنین معلوم میشه که فرو میره به حدی که دنده ها الا اینکه تو خودش فرو بره توی دیواره های قبر فرو میره و پناه بر خدا. این مشکل خواهد بود. امیرالمومنین استشهاد به آیه می کنن که وَعْلَمُ اَنَّ الْمَعِيشَةَ الْوَنْكَ الَّتِي قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً وَنْكَا، خداوند درباره معیشت زنک یعنی یه زندگی بد نکبت بار تو قرآن صحبت میکنه که من اعرض عن ذکری، کسی که از ذکر من اعراض کنه رو برگرداند از یاد من، و به عبارت دیگر طبق روایاتی که داریم از وجود نازنین امیرالمؤمنین و اولادشون اعراض کند فان له معیشتا ضنکا، یه زندگی بسیار نکبت باری خواهد داشت، و نحشره یوم القیامت اعما، روز قیامت هم کور وارد محشر میشه. مولا یکی از تفاسیری که برای معیشت زنک هست، چون تفاسیر مختلفی شده همش هم درسته، یکیش همین مورده، می فرمان تو جریان عذاب قبر که چون به هر حال یه مدتی رو این آدم هزاران سالی را تا میاد قیامت بشه باید تو این قبر بگذراند، تا میاد این بدن پوسیده بشه سالها طول میکشن. امیرالمومنین میفرمان این زندگی نکبت بار که خدا تو قرآن میفرماد یه قسمتیش همین جاست. حالا اونایی که کافرند و دشمن اهل بیت علیهم السلامن، اونا که اصلا از اول مشکل خواهند داشت هیچ. و اما کسانی که از نظر اعتقادی درستند اما رعایت یه سری مواردی را نمی کنند، اون موارد چیست؟ چیزایی که اگر رعایت نشه عذاب قبر حتمی، یعنی فشار قبر حتمی خواهد بود، و چه کارهایی باید کرد که فشار قبر نباشد. تو روایات اهل بیت علیهم السلام برای ما یادآور شدن این مسئله رو. امیرالمومنین کلامشون چنین است که یا عباد الله ما بعد الموت لمن لا یغفر له
ما بعد از مرگ برای کسی که آمرزیده نشده، که حال آمرزیده نشده شامل حال مؤمنی که یعنی ایمان دارد اما خطاهای ازش سرزده میشه، اشد من الموت، سختر از خود مرگ، القبر فهورو ضیقهو. اول چیزی که میفرمان مولا اینه که از قبر از پرهیز کنید، از فشار او، از تنگی او، از تنگی او، از بدی که درش هست، ظلمتی که درش هست، قربتی که درش هست، و بعد مطالبی که بیان فرمود. چه چیزهایی موجبه فشار قبر میشه؟ در روایات ما چنین آمده، یکی از مواردی که گفتن احتراز نکردن و پرهیز نکردن اجلکم الله از بوله. کسی اگر نجس پاکی نسبت به خاصه، نسبت به بول نداشته باشه، رعایت نکنه، حالا پاشید به لباسش، نپاشید به پاش، پاشید نپاشید، اسلام برای ما دستوراتی که میدهد دقیقه، هم به ما فرمودند و تحذیر کردند و ما را بر حذر داشتن از وسواسی شدن، هم از بی موالات بودن، اینکه از هر رعایت نکنی، هر دو اشتباه، هر دو غلط، افراط و تفریط تو این زمین هم هر دوش غلطه. اینکه کسی رعایت نکنن، چیزی که نیست، حالا یه قطره پاشی، یه سر سوزن بود، یه سر سوزنش هم نجسه، با یه سر سوزنش هم نمیشه نماز خوند، و صرف بودنش نفرمودن برای نماز احتراز نکنه، با ممکنه یه کسی بدنش نجس بشه، بگه من که نمیخوام الان نماز بخونم، به عذاب میکشم. بودن این نجاست به بدن یه سری ضررهایی دارد، یکی از ضررش هم ضرر ورود در قبر، تا آدم وارد قبر میشه تنگی و فشار قبر. حتی اگر عرض میکنم، چون این توجیهات بعضی ها میکنن، حالا که نمیخوام نماز بخونم، نه، صرفا نجس بودنی که انسان آب نکشه، یه وقتی که مشکلاتی دارد، در محضور آب سرده، آب نیست، اون حساب دیگری دارد، اما تا محضوری براش نیست بخواد رعایت نکند، این مشکل دارد. از موارد دیگری که فرمودن نمامی و سخنچینی. نمامی و سخنچینی یعنی حرف افراد رو پیش هم بردن، دعوا درست کردن بر افراد، دو نفر یه مقدارش کراب شده بینشون، من بیام با این حرف بزنم ببینم چی میگه، حرفاشو بگیرم ببرم اون طرف، بگم خب شما چی میگوی فلانی که اینطور میگفت، آ بریزمشون به هم دیگه، بدتر کنن، کارا سخت‌تر کنن، گره رو گره بزنن. نمامی، سخنچینی، حرف اینا برای اون نقل کردن و بالعکس، این موجب می شود که در قبر من فشار ببینم، تا اون جایی که مولا می فرمان و سخونم تو هم خورد شه. چون بعضی وقتا دنبال این مسئله گناهانه بزرگی به وجود میاد، آبروهایی که ریخته میشه، تهمتهایی که زده میشود، بدبینیه که گاهی اوقات سالها بلکه تا آخر عمر بین اون دو طرف به وجود میاد و دیگه قابل جبران نیست. تا من به این افراد میگن که خب چرا همچی کاری کردیم، دروغ که نگفتم، خودش اینا گفت، خودش اینا گفت، منم رفتم برای طرف مقابل نقل کردم و بالعکس از اونم گرفتم اومدم این طرف. یه وقت من حرفی یه کسی هم میشنوم تو دعوا، دنباله اینم که بین این دو نفر را اصلاح بدم، یه وقت نه، صرف اطلاع داشتن است و خبر این طرف و اون طرف بردن، اگر چه حرف راست دارم جا به جا میکنم، اما چون موجب اختلاف بیشتر میشود به من میگن نمام، به من میگن سخنچین، و عذاب قبر برای من، فشار قبر برای من خواهد بود.
از موارد دیگری که در روایات فرمودن فشار قبر رو همراه دارد غیبت کردنه. غیبت کردن هم دروغ پشت سر خلق الله گفتن نیست، اون که میشه تهمت، راست گفتن پشت سر خلق الله است غیبت. البته اون حرف راستی که موجب از آزار و اذیت اونها بشه، تنها هم زبانی نیست، گاهی اوقات با چش و ابروان انسان غیبت میتواند بکند، این هم موجب فشار قبر میشه. از موارد دیگر دور شدن، طبق روایات دوری کردن مرد است از اهل خودش، از همسر خودش. بعضی از مرد هستن، باز دوره یه جنبه افراط و تفریط توی این قضیه هست، خیلی زیادتر از حد تو خونه، زیادتر از حد با همسرشون هستن، از نظر پهلوی هم بودن، ساعتی تو خونه بودنشون زیاده که موجب یه سری مشکلاتی میشود. مرد تو زمان کار باید بیرون باشه، سر وقت بره بیرون، از اون طرف هم سر وقت بیاد داخل خانه. زیاد بودنش موجب یه سری مشکلات، این قسمتی چه باش کاری نداره. بعضی ها هستن ازدواج میکنن، بعد از مدتی آروم آروم یه حالت حالا یا رفیق بازی که دارند یا حالات دیگری موجب میشه که اینا بیشتر وقتا بیرون بگذرونه، آخر شب بیاد تو خونه که خانواده خوابن، صبح بلن طلوع هم از خونه برد بیرون، اصلا نبینند از زن بچه، دوری کند از اهل خودش. عبارت اینه در روایت، یک این کسی که این چنین باشد فشار قبر بر او خواهد بود. چرا؟ چون دنبالش مشکلات دیگره. همونطور که زیاد بودن مشکلاتی ایجاد می کند، دور بودن هم مشکلات دیگری ایجاد می کند که مقدار حالا هر کسی با ذهن خودش این مسائل رو باید حلاجی کنه، جای صحبتش اینجا نیست، فکرشو باید بکنه. باید خانواده انسان دلگرم به مرد باشند، نه مرد زیادی تو خونه باشد که حرمتش از بین بره، نه زیادی بیرون باشه که اونا نسبت بهش دل سرد بشن، هر دو. دیگر از مواردی که مخصوصا برای آقایون و خانم و هر دو هست، ولی خب داستانی که نقل میکنن تو این زمینه برای آقایونه، معروف هم هست، جریان سعد ابن معاذ که از اصحاب پیغمبر بود و پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، با اینکه تشییع او رفتن، با اینکه فرمودن ملائکه تو تشییع او آمدن، خودشون زیر تابوت او را چهار طرفش گرفتن، با اینکه نماز برش خوندن، تمام این مراحلی که گذروندن، با این حال پیغمبر وقتی او دفن شد و مادرش بالا سر قبرش گفت خوشا به حال تو که دیگه تموم شد، مستقیم بردن دلاله به قول ما تو بهش، هیچ مشکلی نداری، پیغمبر بر نصب عجله نکن، نماز میخون، ناره من دارم میگم سر جای خود، جهاد رفت سر جای خود، نماز شبه سر جای خود، همه کار خوب باش سر جای خود. تو خونه بد اخلاق بود، الان قبر داره به او فشار میآورد، کار خوب باش سر جای خودش. تو خونه بد اخلاق بود، قبر با پیغمبر، خیلی حرف واقعا، پیغمبر تشییعش رفتن، پیغمبر زیر تابوتش گرفتن. شما چقدر تعجب میکنید اگر مثلا بگن فلانی قوم از دنیا رفته، مثلا فلان مرجع بزرگوار اومدن زیر تابوت اینا چهار طرفش گرفتن، شما چی میگین درباره این آدم؟ حالا اصلا قابل مقایسه نیست بین یه مرجع و پیامبر خدا که تصریح میکنن چند هزار ملک الان اومدن دنبال من برای مشایعت، با همه اینا همه کار خوباش در جای خود، بعد اخلاق بوده تو خونه فشار قبر میبیند، با اینکه نمازش پیغمبر خونده،
حتی ظاهرن تو ذهنمه که تو قبر گذاشتنش هم خود پیغمبر کمک بر بودن، یعنی رو قبرش رو بوشوندن، لحد براش چیدن پیغمبر، خودشون به دست خودشون. ولی بعد که خاک ریخته شد روش فرمودن قبر دارد بهش فشار میاد. سبک نشماریم این مسئله را. خیلی کار سخت در از ناس که ما فکر میکنیم. البته برای فقط آقایون عرض نکردیم، خانومایی که بد اخلاقی کنن تو منزل و عرصه رو برای آقایون تنگ کنن، اونا هم در روایات بسیار تهدید شدند نسبت به سری عذاب های اونم سر جای خودش. از موارد دیگری که فرمودن برای ما، بعضی ها بد اخلاق نیستن ولی یه وقت داییم که یه حرفایی میشه این عبارت اینه، درشت گویی میکنن. بد اخلاق نیستا ولی وقتی یک کم زیادی میشه یه کلامی به همسرش میگه که خوردش میکنه، این آدم در قبر فشار خواهد دید اگرچه اعمال دیگرش درست باشه طبق روایت. از موارد دیگری که گفتن اهل بیت فرمودن، فرمودن مؤمنی که یه سری حقوقی را تضییع کنند، مؤمن بوده مؤمن بوده اما حقی را ضایع کرده است، باید تاوانش تو قبر با فشار قبر دیدن تاوانش را باید بدهند. آخرین مورد را هم عرض کنیم و اون این که اگر کسی یه نفر حاجتمندی بهش مراجعه کرد می توانست مشکل او را برطرف کند و هیچ اقدامی نسبت به کار او نکرد، چنین آدمی هم در قبر فشار خواهد دید و فشار قبر و اذیت و عذاب، چون عذابای قبر متفاوته، اولین عذاب قبر فشار قبر، این نوع عذاب را خواهد دید. خدا به حق امیرالمومنین توفیق رعایت و عمل به دستوراتشون رو به همه ما عنایت بفرمایید. خدا مرگ و قبر و ملاحر بعد از آن را برای ما به حق امیرالمومنین آسان بفرمایید. یا ابا عبدالله صلی الله علیک، یا ابا عبدالله صلى الله عليك يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي علت بفنائك، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. السلام عليك أيها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله ولأمير المؤمنين والحسن والحسين. بچه ها ایستادن در خیمه، سکینه همه رو آرام کرده، دیگه علتش نگویید، امویم رفته آب بیاورد. با هزار امید بچه ها ساکت شدن، اما یه وقت دیدن سید و شهدا از طرف علقمه برگشته. اما حضرت سواره برگشتن، نزدیک خیمه ها پیاده شدن، بچه ها دیدن آقا خمیدن، سر به زیر دارن گریه می کنن، فهمیدن خبرهای شده. سکینه جلو آمد، بابا این امی العباس، اونقدر این صحنه بر امام حسین سخت گذشت
که آقا طاقت نیاوردن به سکینه حرفی بزنن، رفتن تو خیمه ابوالفضل عمود خیمه رو کشیدن. یعنی عزیزان من دیگه منتظر عباسم نباشید، دیگه بی برادر شدم. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه، اللهم صل علی محمد و آل محمد، اللهم عجل لوليك الفرج واكشف عن همه وغمه وحزنه واقض هوائجه وحوائج محبيه واجعل عواقب امورنا خيرا بجاه محمد واهل بيته. شبكه جهانی امام حسین علیه السلام، حسینیه‌ای فراتر از کهکشان. حسین